بریم پرده آخر توپ. حضرت امام برده بودن پادگان اشرت آباد که میدون ولی اصل فهری میشه، پادگانی هست اونجا. امام رو بین 3 تا 1 هفته میگن اونجا بودم. این سرهنگ میگفتش که ما اجدان حضور شاه بودیم، آمد و قصدش بر این بود که امام رضوان الله علیه رو خودش ابن ببره. رفت دید اومدیم، من جلوتر رفتم وارد اتاق شدم، دیدم حضرت امام نشستن. به امام گفتم بلند شید شاهنشاه اومدن. دیدم این خیالش نیست، اصلا انگار نه انگار که شاه کسیه. میگفت شاه هم خب قصدش این بود که اومده بود که اصلا امام رو بکشه. اینجا که شد با عصبانیت تمام دست کرد و شمشیرش رو بلند کردم جوری که بزنه به امام. گفت دستش بالا خوش شد. همجور که دستش بالا بود من دیدم یهو چرخید و برگشت داره میره تا پای جیپ هم رفت. تا پای جیپ که رفت دستش بالا بود. پای جیپ که رسید و دستش افتاد و گفت بری بری با عجله. گفت ما هم خب تبعید از ایشون آمدیم سواشون رفت. زمانی که رفتیم به کاخ رسیدیم سوال کرد یکی از مسئولین که قربان شما رفته بودید که کارو تمام کنید، آیت‌الله خمینی رو بکشید. گفت مگر ندیدید، البته کلمه زشتی به کار میبره، با اونا گفته بود احمقا مگر ندیدین که من دستمو که بالا بردم که بزنم دستم خوش شد. و بعدش اون مقابل من که پشت سر آیت‌الله خمینی بود 11 تا سید با شمشیرهای برنه به طرف من حمله ور شدن. درنگ کرده بودم 11 تا سید منو تکه پاره میکردن. بعد از اون گذشته اژدهایی بود، آتش به طرفم گشود، یعنی درنگ کرده بودن، اصلا سوخته بودم، جزقاله شده بودم. به این دلیل بود که سر و سیمه برگشتم و رفتم و دستم هم تا دیدید که پای ماشین جیپ پایین نیمد و خشک بود، اونجا دیگه دست من افتاد. میخندیم. شب و روزگار خوش.